و خدا، عرض سلام احترام خدمت تمامی بینندگان عزیز. فرهاد عقیار هستم، به اتفاق همکارم ذبیح الله بهجت، و شما را به برنامه دانشگاه خوش آمدید میگویم. امروز آمدیم به دانشگاه هرات و قرار است دید و وادیدی داشته باشیم از بخش های مختلف این دانشگاه، و از شما تقاضا میکنم تا آخرین بخش این برنامه ما را دنبال بکنید. در بخش نخست برنامه دانشگاه خواستیم دید و وادیدی بکنیم از خوابگاه جدید دانشجویان پسر، که پس از سالها انتظار اونا توانستن به یک خوابگاه معیاری نقل و مکان بکنن، خوابگاهی که در درون دانشگاه هرات موقعیت داره و خوشبختانه امکانات خیلی خوبی در اختیار دانشجویان پسر اینجا قرار داده شده. پس میخواییم به نام خدا، قبلا که ما بودیم در لیلیه قبلی که در پول پشتو بود، خیلی دور بود و رفت آمد خیلی برای ما مشکل بود، ولی حالا لیلی دانشگاه هرات در داخل دانشگاه و در سنگ دانشگاه ایجاد شده که یک سهولت خوبی را برای دانشجویان دانشگاه هرات به وجود آورده، و ما میخواییم سپاسگزاری کنیم از مسئولین دانشگاه تا به خاطر که این سهولت ها را برای ما به وجود آورده. به نام خدا، فیض الله احمدی هستم، یک از مسئولینی که در لیلیه دانشگاه هرات زندگی میکنم. واقعیت این لیلیه که ساخته شده با امکانات بسیار بالا و یک سهولت زیاد برای محصلین برآورده. در داخل از این لیلیه حمام‌های مجهز است، تشنابای مجهز است. در اون لیلیه که بود هم دور بود از اتاقایی که در اونجا دانشجویان زندگی میکردم، و هم فرسوده شده بود، یعنی در حدود 40-50 سال از اونجا تیر میشد و بسیار حالت خرابی داشت. این لیلیه که هست بسیار امکانات زیاد خوب داره، اتاقهای گرمه با اگر در فصل زمستان بگیم با مرکز گرمی ها از این استفاده شده، در فصل تابستان هم اینجا کولر نصب شده و امکانات زیادی داره. و ما سپاسگزاری میکنیم از مسئولان خود دانشگاه پوهنتون هرات که واقعا زحمت زیادی کشیدن و امکانات بسیار خوب برای دانشجویان مهیا کردن. عبدالحنان، دانشجوی سال سوم خبرنگاری دانشگاه هرات که در خوابگاه دانشجویی زندگی میکنه هستیم، و عنان در این بخش برنامه ما راهنمایی میکنه به طرف اتاقشان و بعضی جایهای دیگر خوابگاه، و ما را دنبال بکنیم.
خداحافظ مرانیا. خداحافظ، بخیر باش، سلامت باشید. دیدار ما از خوابگاه دانشگاه هرات تا میجا بود و ما رو دنبال کنین، میریم به طرف بخش‌های بعدی دانشگاه هرات.
در ادامه بازدید از دانشگاه هرات کم کم نزدیک میشیم به دنیای خبرنگاران، دانشکده ژورنالیسم، و باید اندک خسته شد و از میان راه‌های با پستی و بلندی عبور کرد و رسید به دانشکده ژورنالیسم. و باز هم ما را تعقیب بکنید و از امکانات و خدماتی که در دانشکده ژورنالیسم است انشاءالله رو را ما کوش میکنیم به تصویر بکشیم. Thank you.
در این بخش برنامه آمدیم سراغ آمریت ارتباطات و آگاهی عامه دانشگاه هرات و میخواییم که اندکی در مورد دانشگاه هرات با جزئیات صحبت بکنیم و ای که چه دستاوردهایی در جریان چند سال دانشگاه هرات داشته و با چه مشکلات و چالش های اونا روبرو بودن و چه بهتر است که بریم با جناب استاد بصیر احمد دانشیار آمر آمریت آگاهی و عامه دانشگاه هرات صحبت چندی داشته باشیم. پس ما را تا آخرین لحظات این گفتگو تعقیب بکنیم. کلی آغاز کنم که در رابطه با خود دانشگاه هرات یک معلومات مختصر ممنون از شما. به نام خدا عرض سلام و احترام دارم حضور شما بیننده خوب شما. دانشگاه هرات از سال 1367 بدین سو که تاسیس میشه میشه گفت که پیشرفت ها و دستاوردهای بسیار بزرگی کسب کرده. در حال حاضر دانشگاه هرات نزدیک به 15000 دانشجو داره و 430 تن استاد برحال داره و تعداد زیادی از کارمندان و خدمات بخش خدمه داره و نزدیک به 10 تعمیر آموزشی داره که هر کدام از این تعمیرها در واقع دارای 4 طبق یا بیشتر از او هستند و خوشبختانه میدان ورزشی داریم، میدان برای بازی های فوتبال داریم، میدان برای بازی های والیبال و بسکتبال داریم و تلاش کردیم که یک بخش ورزشی مجتمع ورزشی برای همه کارمندای عزیز خود داشته باشیم در تعمیر هنرهای زیبا و دارای چندین سالون برای همایش ها، سیمینار ها، ورکشاپ ها و برنامه های علمی آموزشی هستیم و در کنار این مباحث در بحث انکشافی و در بحث فضای سبز یکی از پوهنتون های سرسبز میتونیم ادعا بکنیم بعد از پوهنتون کابل هستیم در سرتاسر افغانستان و از نظر وسعت هم خوشبختانه نزدیک به 150 جریب زمین را در حال حاضر تحت احاطه خود داریم و نزدیک به 150 جریب دیگه هم تحت ملکیت خود پوهنتون هرات هست که در آینده های نزدیک کوشش میکنیم که طبق ضرورت و طبق نیاز از او استفاده بکنیم و خوشبختانه دارای لیلیه مجلل و مزین برای بخش اوناست و برای بخش ذکور هستیم. اینا عمده ترین مباحثی است که در حال حاضر داریم و تعداد زیادی از استادای عزیز ما در حال ای هستند که دکتر بشن و تعداد زیادشان ماستر شدند و هنوز هم ادامه داره پروسه و یک تعداد اندکشان لیسانس باقی ماندن که تلاش میکنیم اینا را هم انشاءالله در تمقات ماستری و دکترا همکار باشیم و همیاری بکنیم تا اینکه بتانیم حداقل یک پوانتون از همه ابعاد کامل و معیاری انشاءالله در جامعه خود داشته باشیم. استاد اطلاع دارم که چه تعداد استاد ماستر و چه تعداد استاد دکتر در دانشگاه هرات هستند؟ بسیار خوب. خوشبختانه در حال حاضر به تعداد 9 تن از استادای برحال ما دکتر هستند و تا سال آینده قرار هست که نزدیک به 20 تن دیگه از استادای ما اونا هم تا مقطع دکترای خود را تکمیل بکنن و به پوانتون هرات تشریف بیارن. در حال حاضر 127 ماستر داریم. 127 ماستر داریم و 171 نفر دیگرشان لیسانس هستن و در مقطع سپری نمودن دوره ماستریشان به تعداد زیادی از اینا هستن که مجموع از اینا در واقع همان 430 نفر استاد را شامل میشه و به همین ترتیب ما به تعداد 4 تن از استادای خود در حال حاضر پوهان داریم و به تعداد 8 تن پوهنوال داریم و 12 تن پوهندوی داریم. 59 تن از استادان ما پوهنمل هستند، 103 تن از استادان ما پوهنیار هستند و 7 تن نامزد پوهنیار داریم و 99 تن دیگر پویاله داریم و 13 تن از استادان ما نامزد پویاله هستند که در واقع این آمار یک آمار بسیار خیلی خوبی هست در راستای اطلاع و رشد کادر علمی پوهنتون هرات و حتی ما تلاش میکنیم تا اینکه فرصت‌های تحصیلی را نه تنها برای استادان خود بلکه برای دانشجویان عزیز خود هم برمقان بیاریم. خب استاد دانشیار، از زمانی که شما مسئول ارتباطات با آگاهی همه دانشجوی هرات شده چی تغییرات آمد در دانشجو
دستاورد شما چی است؟ ممنون. خوشبختانه از چند ماه بدین سو که مسئولیت آمریت ارتباطات و گایامه به عهده ما سپرده شده، من یک رابطه نزدیک و تنگاتنگ با رسانه ها و اصحاب رسانه ها و خبرنگارا داشتم. همواره اطلاعات زود و به موقع به دست همه روزنامه‌نگاران عزیز و رسانه‌های گرانقدر قرار دادم و از طرف دیگه یک سری بحث‌های توصیه‌ای داشتم. من در وبسایت خود پانتون هرات تلاش کردم که هر لحظه او را اپدیت بسازم. در صفحه فیسبوکی که ما داریم و در صفحه فیسبوک آمریت ارتباطات و آگاهی عامه فعال بودم و همچنان در پی ساختن یک مستند معرفی نامه از خود دانشگاه یا پانتون هرات شدم که این هم یکی از جمله دستاوردهای بزرگ بوده. من در پی جمع‌آوری اطلاعات و آمار و ارقام از بخش خود ریاست پانتون هرات شدم که این هم دستاوردهای بزرگی بوده که در بسا موارد ما به فقدان یا کمبود آمار و احصائیه برخورد میکردیم. و از طرف دیگر تمام همایش ها، سیمینار ها، ورکشاپ ها و برنامه های آموزشی را زیر نظر و مدیریت داریم و برنامه های بسیار خوبی را طی چند ماه اخیر را اندازی کردیم و مورد استقبال همه استادان و دانشجویان و مهمانان عزیز ما هم قرار گرفته. و در حال حاضر سر مسائل بروشور، سر مسائل روابط عمومی سازمانی و سر مسائل میشه گفت ارتباطات الکترونیکی بیشتر تاکید دارم تا اینکه بتونم در آینده به عنوان مسئول روابط عمومی خوبی هم پاسخگو، هم به گونه شفاف، هم به موقع بتونم در خدمت جامعه رسانه‌ای و در خدمت شهروندان و در خدمت دانشجویان عزیز خود قرار بگیرم. از دستاوردها گفتم استاد، می‌خوام مشخصا روی چالش‌ها بریم. واقعا در دانشگاه هرات چی مشکلات وجود داره که از تمام مسئولان خود ریاست دانشگاه بالا است؟ بله. واقعا ما با این همه دستاوردهایی که داریم یک سری چالش‌های هم پیش روی ما هست. کمبود تعمیرهای آموزشی یکی از چالش‌های بسیار عمده است که ما هنوزم که هنوز است به کمبود تعمیرها یا ساختمان‌های آموزشی مواجه هستیم. مبحث دوم مبحث میشه گفت که فرصت‌های ماستری و دکترا برای برخی از استادان که هنوزم که هنوز است انتظار میره که اندک استادانی هم که داریم در واقع اینا را هم ما تا مقاطع ماستری و دکترا مورد پوشش حمایوی خود قرار بدیم. و همچنین فرصت های اکسچنج استودنت که اصطلاحی که امروز در جهان بسیار مروج هست، ایره هم روی دست داریم تا اینکه بتونیم دانشجویان عزیز خود را از مراکز اکادمیک جهان در واقع آشنا بسازیم اونا را و رفت و آمد های داشته باشیم. به این هم یکی از چالش های سر راه ماست. و مبحث دیگه کمبود کادر علمی، به دلیلی که در حال حاضر 430 تن از استاد تکافوی 15,000 دانشجو را قطعا کرده نمیتونه بر اساس معیارهای جهانی و بین المللی. و مسئول مبحث دیگه ای که بودجه انکشافی ما نسبت به دیگه پانتونای افغانستان کمتره. ما انتظار داریم که بودجه انکشافی ما در حال حاضر افزایش پیدا بکنه برای اینکه ظرفیت و پتانسیل برای مصرف بودجه انکشافی وجود داره. خوشبختانه در سال جاری نه تنها که ما بودجه انکشافی خود را کاملا به مصرف رساندیم که بلکه یک مبلغ هنگفتی که پانتون محترم کابل توان مصرف از او را نداشته، ما او را هم واریز کردیم به حساب پانتون هرات در بودجه انکشافی به مصرف رساندیم. این بیانگر همان مدیریت و پتانسیل موجوده در پانتون هرات است. اما خواهی نخواهی این یک چالش است که همواره صحبت شده که باید بودجه انکشافی پانتون هرات هم به مسابقه بودجه انکشافی پانتونهای دیگه افغانستان باشه که ممکن است اونا توان استفاده بهینه از این بودجه نداشته باشن، ولی این پتانسیل در پانتون هرات و با مدیریت و با کادر رهبریش وجود داره تا اینکه بتانیم ما هر آنچه بودجه انکشافی که به ما اختصاص داده بشه در زمان معین از او به مصرف برسانیم. مبحث دیگه همین مبحث یک میشه گفت که تعمیرهای رایشی برای استادان هست که همواره استادان عزیز ما از نبود یک سرپناه میشه گفت منظم رنج میبرن. ما در تلاشی هستیم که در آینده نزدیک بتانیم یک اماکن رایشی رو برای استادان عزیز خود از این زمین هایی که در دسترس پانتون هرات در شمال خود پانتون فعلی موقعیت داره استفاده بکنیم و این نیازمند بودجه هست. این هم یک مسئله مشکل است. مسئله دیگه یک ادیتوریوم هست.
تلاش میکنیم یک ادیتوریم بزرگ داشته باشیم تا اینکه تمام محافل و مجالس و حتی جشن فراغت رو ما بتونیم در همین ادیتوریم برگزار بکنیم. ما بس چالش دیگه‌ای که وجود داره یک کتابخانه معیاری و استاندارد در سطح دانشگاه هرات است که ما به این مشکل هم فعلا در حال حاضر دست و پنجه نرم میکنیم و یک سری مشکلات دیگه هم داریم که این مشکلات هم از جمله جیمنازیوم سرپوشیده هست که ما انتظار داریم برای بخش بانوان ایت فرصت ایجاد بشه و مباحث از جمله کودکستان معیاری و منظم که باید به این مبحث هم اشاره بشه و اینا چالش هایی است که انشالله هیئت رهبری در تلاش هستایی که این چالش ها را به گونه جدی مرفوع بسازه. و مبحث دیگه چالش دیگه که هست بحث توامیت هاست یا قرارداد هاست که ما با پوهنتون های معتبر دنیا قراردادهای علمی داریم و ما انتظار داریم که همین قراردادهای علمی ما افزایش پیدا بکنه، گسترش پیدا بکنه تا اینکه ما بتونیم همونطوری که ادعا میکنیم و همونطوری که در نظر سنجی ها نشان داده که جزء پانتونای برتر افغانستان هستیم، این برتری را نه تنها حفظ بکنیم بلکه در صدر جدول قرار بگیریم. استاد شما از این همه چالشایی که در دانشگاه هرات هست نام گرفتن که همون تنیک های امروزشی و چندین موارد دیگر میخوایم مشخصا پرسنم شما گفتیم که ما در تلاش هستیم تا این چالش ها را دور بسازیم، چی را کار را پیشنهاد میکنیم تا این چالش ها اگر در کل از بین نمیره حداقل کاهش پیدا کنه؟ ما همواره با مقام محترم وزارت تحصیلات عالی در ارتباط بودیم، اما کمبود بودجه در مقام محترم وزارت تحصیلات عالی دست مسئولان وزارت تحصیلات عالی را هم بسته. ما انتظار داریم که وزارت محترم مالیه بودجه بیشتری در حوزه انکشافی اختصاص بده تا اینکه ما بتونیم به این چالش ها مبارزه بکنیم، به این چالش ها را مرفوع بکنیم. ما بحث دیگه بسیج همگانی تاجران ما، سرمایه‌داران ما، کسانی که افراد خیر جامعه هستند، خوب خواهد بود تا در این چنین مباحث از جمله ساختن یک کتابخانه معیاری ما را همکاری بکنن و در تمام دنیا یک چیز مروج است که افراد خیر و افراد ثروتمند و افراد مستقنی یک جامعه تلاش میکنن تا اینکه یک سری همکاری های علمی فرهنگی و پژوهشی را داشته باشند. ما این انتظار را هم داریم و این همکاری را از شهروندان عزیز هم تقاضامند هستیم و از طرف دیگه هیئت رهبری همواره تلاش کرده که با دونرهای بین المللی هم همکاری های را داشته باشه و این دونرها و این سفارتخانه ها و این نمایندگی های فرهنگی و میشه گفت پژوهشی کشورهای منطقه هم میتونن نقش بسیار ارزنده باشن که خوشبختانه طی یک سال اخیر دیدار هیئت رهبری پوهنتون هرات با چندین سفیر کشورهای مختلفه بوده که اینا قول و وعده‌های همکاری رو دادن با استادان و با دانشجویان و با هیئت رهبری. ما انتظار داریم که این وعده ها و همکاری هایی که در واقع قول کردن به اینا لبیک بگن و انشالله ما شاهد کارهای عملیشون باشیم. و از طرف دیگه اخیراً اقدامی که هیئت رهبری کرده، ریاست شهرولی هرات هم تلاش میکنه که تمام جاده های پانتون هرات اسفالت بکنه و این یک دستاورد بزرگ دیگری هست که ما شاهدش هستیم. و یک سری چالش های دیگه که از توان خود ادارات محلی هرات هم برمیایه، اینا را هم ما میتونیم به عنوان مؤلفه‌ای در نظر بگیریم که هیئت رهبری در تلاش این هست تا اینکه ادارات دولتی محلی هرات هم وادار بسازه، تشویق بکنه و ترغیب بکنه تا اینکه این همکاری را با ما داشته باشند. خب استاد عزیز، در آخر گفتگو قرار داریم اگر کدام گفتنی باقی مانده میتونم ممنون از شما. ما تلاش میکنیم همانطوری که جایگاه دانشگاه برتر و پوهنتون برتر طی نظرسنجی های اخیر داشتیم ایره حفظ بکنیم و حتی در صدر جدول دانشگاه ها و پوهنتون های برتر افغانستان قرار بگیریم. ما امیدوار هستیم که مقام محترم وزارت تحصیلات عالی و مقام محترم وزارت مالیه کشور توجهات بیشتری را به پوهنتون هرات مبذول بدارن، برازی که امروز پوهنتون هرات نه تنها یک پوهنتون ملی است بلکه یک پوهنتون بین المللی است. در حال حاضر تعدادی از دانشجویان از کشور ترکیه مصروف تحصیل هستند در پوهنتون هرات. این خودش میتونه یک گام بسیار بزرگی باشه و یک افتخار باشه. ما از سراسر ولایات افغانستان در حال حاضر دانشجو داریم. اینا همه و همه دلیلی بر مدعای ماست که ما نه تنها یک پوهنتون ملی هستیم بلکه ما یک پوهنتون بین المللی هستیم و حتی ما جزء همان 11
پانتون برتری که در رنکینگ افغانستان در واقع قرار گرفته در ریته جهانی ما قرار داریم. ما انتظار داریم که کادر علمی ما همچنان رشد بکنن و ما به مو پویایی و شکوفایی لازمه برسیم تا اینکه جامعه ما از وضعیت متعلم و متأثر موجوده رایی حاصل بکنه و به طرف ترقی و تعالی گامهای بسیار ارزشمند و گامهای متینی برداریم.